من که خودم خیلی دیر فهمیدم، اما تو دیگه این فرصت رو از دست نده. سالها که از زبان رفتم، موقعیت‌های مختلف رو تجربه کردم و در نهایت فهمیدم که اگر همه قالب‌های زبان انگلیسی رو بلد باشم و در کنارش زبان‌های انگلیسی رو بدونم، خیلی راحت انگلیسی رو صحبت می‌کنم. توی کلاس‌های گروهی، کلاس‌های حضوری و کلاس‌های خصوصی که برگزار می‌کنم، همه دانشجو رو موظف کردم که قالب‌ها رو یاد بگیرن. و شما که توی این دوره رایگان هستید، بهتون قول میدم که اگر 400 قالب رو کامل یاد بگیرید و در کنارش زمان‌ها رو بفهمید، خیلی راحت میتونید انگلیسی رو صحبت بکنید. فقط نیاز به تکرار تمرین داره، پشت کار داره. اگر هنوز عضو کانال نیستی، لطفا عضو کانال بشو و مثل همه دانشجویی که دارن به بهترین شکل ممکن کار میکنن، شما با ما همراه بشید و بتونید آموزش‌ها رو کامل دریافت کنید. بریم سراغ جلسه 32. توی این 31 جلسه که الان کار کردیم، حدود 60 تا قالب مکالمه یاد گرفتیم و امروز دو تا قالب دیگر هم بهتون آموزش میدم. امیدوارم که استفاده کنید. حواستون کامل جمع باشه، میخوام این دو تا قالب رو بهتون آموزش بدم. قالب اول، وقتی که شما قدر یه چیزی رو ندونستی. ای وای، قدر زندگیمو ندونستم، قدر شغلمو ندونستم، قدر پدر و مادرمو ندونستم، قدر بچه‌هامو ندونستم، قدر فرصت‌های زندگیمو ندونستم. اینو میخوای چجوری بگی؟ خیلی ساختاری ساده هست و فقط کافیه که این ساختار یاد بگیری. هم You took به علاوه اون چیزی که قدرشو ندونستی، به علاوه for granted. درست شد؟ You took به علاوه اون چیزی که قدرشو ندونستی، به علاوه for granted. جمله فارسی میگم، انگلیسی رو تو بگو. بگو قدر زندگی تو ندونستی. You took your life for granted. به همین سادگی. میخوای بگی که قدر پدر و مادر تو ندونستی. یه چی؟ You took your parents for granted. به همین سادگی. میخوای بگی قدر شغل تو ندونستی. You took your job for granted. میخوای بگی قدر همدیگر رو ندونستید. You took each other for granted. چقدر ساده هست. به جای you از فعال های دیگر میتونی استفاده کنی. اون قدره مثلا فلان چیز رو ندونست، مامانم ندونست، هر کسی دیگه ای. درست شد؟ ولی بیشترینش از یو استفاده میشه، مثلا تو داری به یه نفر دیگه این حرف رو میزنی، ولی میتونی در حالا باره یک کس دیگه هم این حرف رو بزنی، این قالب رو استفاده کنی. مثلا میخوای بگی من قدر زندگی رو ندونستم، میگم چی؟ I took my life for granted. درست شد؟ خب بعدی، قدر آرامش تو ندونستی. You took your peace. Peace یعنی آرامش. You took your peace for granted. چقدر کاربردی این آموزش. خیلی سریع میخوام برم سراغ قالب بعدی. اگر تو الان قالب جدید رو یاد گرفتی و دوستش داشتی، آموزش رو لایک بکن که حتما حمایت کرده باشی. تعداد لایک ها خیلی کمه، ولی میتونم اینقدر معرفت و مرام دارید که این کار رو انجام بدید. خب بریم سراغ قالب بعدی که خیلی خیلی مهمه. خب بریم سراغ قالب دوم. از دست دادم. از دست دادن با فعل lost اتفاق میفته. I lost، از دست دادم. حالا هر چیزی که از دست دادی میتونی قالب بیاری. I lost. خب فارسی رو میگم، انگلیسی رو سریع بگو. میخوای بگی که وقتی بیمار بودم وزن زیادی از دست دادم. بگو از دست دادم. I lost وزن زیادی. A lot of weight. جیهچش خونده نمیشه. I lost a lot of weight. Weight یا weights. Weight. I lost a lot of weight when وقتی که I was ill. وقتی که بیمار بودم. Ill یعنی بیمار. I was ill. گذشته افعال to be was. I was ill وقتی که بیمار بودم. درست شد؟ نکته بعدی، خون زیادی در تصادف از دست دادم. I lost a lot of blood.
in the accident. In the accident. Blood یعنی خون. In the accident. چرا نمیگم in the accident؟ خب چون حرف اول accident A هست. A جزء حروف ستا داره. پس there رو D میخونم. I lost a lot of blood in the accident. درست شد؟ خب جمله بعدی. خونسردیمو از دست دادم و سرش داد زدم. خونسردیمو از دست دادم و سرش داد زدم. I lost my cool. خونسرد. I lost my cool and shouted at her. Shouted at her. Shouted. فریاد زدم. سرش. سر اون دختره. درست شد. جمله بعدی. صبرمو از دست دادم. میگم چی؟ I lost my patience. Patience. Patience یعنی چی؟ صبر. I lost my patience. بچه اینقدر میتونید جمله سازی کنید تا دلتون میخواید جمله بسازید. فقط قالبا رو بلد باشی. همین. اعتماد به نفسم رو از دست دادم. I lost my confidence. Confidence. اعتماد به نفس. I lost my confidence. درست شد؟ حالا به جای I, you, we, they, he, she همه رو میتونی استفاده کنی. فقط کافی که قالب و بلد بشی. این از قالب دوم. جمله سازی کن برام بفرست. تعامل برقرار کن. سوال بپرس. توی لیست انتشارم عضو باش توی واتساپ و با من در ارتباط باش. هر کاری که بتونم بعد انجام بدم که به بهترین شکل ممکن نتیجه بگیری. دوست دارم. خدا نگهدار.